بارد چه خون که دیده چه سن، روز و شب چرا از غم، کدام غم؟ غم سلطان کربلا. ارث الحسین، بر حسین مرثیه بخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيه عدد ما حاط به علمك يا فارس الحجاز أدركني الله أدركني يا أبا صالح المهدي أدركني تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين وإنك خير المتصدقين.
يا أبانا يا صاحب الزمان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين إنا كنا غافلين شب ما را سحر نمی عمر رفته دیگر نمی آیم باید آقا خودت دعا کنی کاری از ما که بر نمی آیم منتظر مانده ای مستعد افسوس از تو بر ما خبر نمی شد سال تمام منتظران مهدی منتظر نمی آید ای بهار همیشگی بی تو باغ ما را ثمر نمی آید آفتاب حضور تو تا که از پس پرده در نمی آید یا ابن الحسن التفاتی به گریه هم کنی می توانی که رو برام کنی دست و پاگیر هستم و سربار نکند از خودت جدا کنی نکند از خودت جدا کنی قادری که مرا خراب کنی از نبار دگر بنام کنی می شود در نوافلت یک بار مهربانی کنی دعام کنی آرزو دارم آخرش روزی در هوای حرم هوا کنی از زبون شما میگم که دورید از کربلا آرزو دارم آخرش روزی در هوای حرم هوا کنی
قسمت میدم به جان حسین، اهل خود اهل کربلا کنی، اهل خود اهل کربلا کنی. یا بقیت الله میخوام از امام روح بگم، ایام شهادت سامن الحجاج ابل حسن الرضا، هرچی بگم کمه، کربلا از امام رضا خوندن یه صفای خاصی دارم که نمیشنوی وقتی روز امام رضا رو میخونی تو گوشت زمزمه میکنه، یبن الشبی گریه فقط در غم حسین، یبن الشبی گریه فقط بهر کربلا، یا امام رضا ای دل غم زده برخیز بیا گریه کنیم، وقت آن است که با اهل ولا گریه کنیم، همچو پروانه پرخیش یا تش بزنیم، یا بسوزیم چنان شمی و یا گریه کنیم، چون غریبان بنشینیم به بزم غم او، بر سر کوی غریب الغربا گریه کنیم. یه جمله از غربت امام رضا بگم، اشکاتون سرازیر بجم، هر جمعه حضرتش میرفت غسل جمعه انجام میداد، نیامد وسط صحن خانه سر برهنه میکرد، به سمت آسمان دعا میکرد، خدایا دیگه حالا مرگ علی ابن موسی رو برسان، از بس حضرتش را زار و اذیت میداد، گاه گلبوسه به خاک حرم او بزنی، گاه در خلوتی از عشق و دعا گریه کنیم، هرچیان در غم او سوگ نشینند بیا همراه عرش نشینان خدا گریه کنیم، به غریبی و غم و مهنت او ناله زن، بر دل شعله بر از زهر جفا گریه کنیم، پاره جان نبی پاره جگر شد، برخیز ز جگر نال زنیم و همه جام گریه کنیم. گاهی روز میاد تو زنم قطعا رزق مستمر، هرچی میخوام بگذرم نمیشم که نم، شب زود باید برم اونجا که منتظری یا عبدالله، نظر از شما انشاءالله، مدد از قمر بنی هاشم، گفتم خودمم پریشان شدم، هر جمعه دعا میکرد خدا مرگ علی ابن موسی رو برسان،
آریم آل الله صلوات الله علیه اجمعین. همگانی دعا رو کردن باشد مباحثش بد، اما صدیقه ظاهره هم دعا کرد فرمود حسن این دستاتون رو بالا بگیرید. خوشحال الان مادر برای شفای خودش دعا می کند، اما دیدن فرمود اللهم عجل وفاتی سریع، خدا مرگ فاطمه را برسان. امیر عالم علی هم چنین دعا کرد، کجا کنار مزار فاطمه‌اش صدا میزد، نفسی علا زفراتها محبوسه، یا لیت خرجت مع الزفرات. امام مجتبی هم دعا کرد آنجا که فرمود در این ارض واسم هیچ جایی برای حسن ابن علی نیست، بدان جا پناه ببرد غریب عالم امام حسن. سید الشهدا هم دعا کرد، کجا وقتی وارد میدان شد او صدایی که میترسم بگم قلب ابی عبدالله رو زیر و رو کرد، شنید صدایی که اثرش در چهره امام زمان، در چهره سید الشهدا، در چهره وجه الله ابی عبدالله چنین بود که سکینه نازان فرمود چشمان پدرم حسین سفید شد که انه محتضر است. کدام صدا آن صدایی که از آن جانب کربلا آمد، ابتاه علیک من السلام، صدای علی اکبرش رو شنید حسین، دوید سمت مقتل علی اکبر. آنجا امر بابت صدا زد علی الدنیا بعد کل عفاق، مروم ملا مهدی مازندرانی صاحب معال آورده است، جبرئیل نازل شد حسین میخواهی ورق برگردانیم؟ امر به اختیار شماست. فرمود نه دیگه بعد علی اکبرم نمیخوام زنده بمانم. آریم همه آل الله چنین دعا کردن، طلب مرگ کردن، اما فقط یک آغاز عجیب طلب کرده است. فرق دارد بقیه طلب موت و استشهاد بعد حیات کردن، اما او آقا از خدای چنین درخواست کرد ای کاش اصلا مادر مرا نزایید. چه کردن با امام سجاد که فرمود فیا لیتنی امی لم تلد ولم اکن یزید یرانی فی البلاد اسیر؟ اسارت چه کرده است بال الله؟ یا امام رضا نظر کنید امشب، دلها هم پشت پنجره فولاد شماست، هم کربلای ابی عبدالله است، از داغ زهر پیکرم آتش گرفته است، گویی تمام بسترم آتش گرفته است. تر می کند کربلایا، تر می کند لبان مرا، کودکم ولیم از تشنگی لب ترم آتش گرفته است. پا می کشم به خاکم، نفس می زنم کشه از آه آه آخرم آتش گرفته است.
فرمود فرشهای حجره رو جمع کنید. علامان و غیر گفتن آقا شرام، فرمود میخوام مثل جد غریبم حسین رو خاک زمین جان بدم. ای حسین حالا کبوتران به غمم گریه میکنن، از بال و پر زدن پرم آتش گرفته است. امشب تمام حجره من کربلا شده، یک جرعه آب پنجرم آتش گرفته است. انقدر رعوف است امام رضا، هرچی میخوام وارد مقتل شبم کنه نمیشه. گریه کنای امام رضا بدانید، وقتی حضرت برگشت ابا سلطه روی جمال بیمثال حضرت را دید، فهمید چه شده. حضرت فرمود ابا سلطه کاری که میخواستن با من انجام دادن، اومد داد بزنه و شیون کنه ابا سلطه. حضرت گفتن نه، الان نزدیک غذاست، نزدیک سفره است، نزدیک طعام کنیزان و غلامان است. سفره را بیندازید. حضرت با همان حال نشستن، فرمود اگر بدانند چه شده، غلامان و کنیزان دیگه طعام نمیخورن، بگذارید طعامشون رو بخورن، بعد بگید امامتون رو مسموم کرد. رعوف آقا یا امام رضا، شب شهادت حضرتش بزار بگم. گفتن یتم الملک تململ سلیم، مثل کسی که مارورانیش زده باشد. حضرت بین حجر روی زمین خلط میز، آمد از راهم کشید آرام با روی سرش. یعنی امروز است روز ناله های آخرش. هر قدم رفت و نشست و دست بر پهلو گرفت. میدونم دلت کجا رفته، میکشد خود را به سوی خانه مثل مادرش. روی خاک کوچه دنبالش اگر دقت کنیم، بنگری آثاری از خاکی ترین بال و پرش. او زمین میخورد و میخندید بر حالش ادوب. این همه رسی بود که برد ز جد اطهرش. صحنه جان دادن او روضه مسوره شد، حجره در بسته میداند چه آمد بر سرش. بار دیگر صورت خاکی و دست و پا زدن، یا با عبدالله مدد کن. خادمش دید و ولی هرگز نمیشد باورش. یک بنیه گفت از کام پسر بوسه گرفت. از مدینه بهر یاری زود آمد دلبرش. اما کربلا بابا رسید، اما پسر افتاده بود. قلب شاعر آب شد در این دو بیت آخرش. یا الله میدونم فردا اشاره به این روزه باید است، ولی شب جمعه است، شب جمعه کربلا نمیشود. از شهزاده علی اکبر بگم، بذار امشب بگم. هر چقدر حسین آغوش خود وا کرد، اکبر جانش تا که آخر در عبا پیچید. جا
جسم اکبرش عبدالله بشیر میگد مأمون به من گفت ناخنهای دستت رو بلند بگذار. امر او اطاعت کردم. روزگاری گذشت، یه روز ماده‌ای به من داد، گفت این رو با دستت اسیر کن. پس از آن خدمت علی ابن موسی رسیدیم، شروع کرد از باب ریا و تزویر و ملاطفت احوال حضرت پرسید. حضرت به او گفتن که انا بهترم. گفت آقا امروز پرستاران به شما سر زدن یا نه؟ حضرت فرمود نه، کسی نیامده است. دستور داد آمدن، انار آوردن. به عبدالله بشیر گفت با همان دستان آلوده بزهر اسیر انار بگیرد. به حضرت خورانید. هرچه حضرت ابای از خوردن کرد، مأمون الرشید لعنت الله علیه اصرار کرد. حضرت به اجبار تناول فرمودن ترک کرد. آخی شد چو از مجلس مأمون به سوی خانه روان. به سرف کن عبارم به دو صدا و فقایان بمیرم دم آخر جواد الامه حاضر شدن. سر پدر به دامن گرفتن و سایای امامت فرمود علی ابن موسر. یا الله قدیمی ها فیض ببرن. اما کربلا ماجرا به عکس شد. ابی عبدالله آمد سر علی به دامن گرفت، دلش آرام نشد، سر به سینه علی گذاشت، دل حسین آرام شد. آخی بمیرم. فوضع خده على خده سید الشهدا، گونه مبارک به گونه علی اکبر گذاشت. لشکرم صادم به تماشایم شه و شهزادم شه روی نعش پدر افتادم. همه گفتن حسین جان دادم به عبدالمهموم حتی قبام باب العطشان حتی مضا. خدایا به غربت علی ابن موسر رضا فرج منتقمشون رو برسان. قلب حضرتش از دست ما رازی و خوشرود بگردان. بقیه غیبتش رو به غربت امام رضا بر ما ببخش. مردا سفارش شده ها لباس عافیت بپوشان. داغ زیارت ابی عبدالله به هیچ دلی مگذار. سفر زوار سید الشهدا و علی ابن موسر رضا بی خطر بگردان. هر جا هستید هدیه محضر امام رضا بلند الصلوات. زمین کربلا تاجی شکسته، جوانان یک به یک بردی ز دسته. زمین کربلا فصل بهار است، زفون نوجوانان لاله زار. زمین کربلا با هیل بازی عجب کردی و تو مهمان نوازی. زمین کربلا با هیل بازی
عجب کردی و تو مهمان نوازی.